حسادت و حسد در زندگی بسیار پیامدهای های منفی داره حالا چی بکنیم؟ چی راهکارهایی داریم که بتونیم این حسد را درمان کنیم؟ خانم می وقتی ما میگیم درمان من عنوان برنامه را خواندم نشته شده نشتا کرده بودیم که راهکارهای درمان حسد من به یه جمله بسیار دقت کردم گفتم که ببینیم وقتی ما میگیم درمان پس این خودش یک نوع بیماری محسوب میشه یک نوع بیماری است که واقعا نیاز به درمان داره الان بسیاری از کسا هستند که خب ریزش میکنن گلون درد میشن یا هر رقم امراض مختلف در بدنشان هست نه؟ اینا مثلا میرن دکتر دوا میگیرن درمان میشن ولی فکر نمی کنیم ما که بیماری های دیگه هم هست مرض های دیگه هم مثل حسد یا مثل دروغ یا غیبت یا تهمت اینا هم در وجود ما هستن که ما غافل از اون هستیم چه خوب است که بیایم اینا را ما اونها را جزء مرض حساب کنیم جز بیماری های حساب کنیم که نیاز به درمان داره. حالا شما راه، 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 راهکارهای درمان حسد را میخواییم بیان کنیم که جز بیماری های روحی و روانی حساب میشه و بسیار صدمات زیاد میتونه به یک انسان بزنه بله یک تقریبا میشه گفت اولین قدم برای مقابله با این بیماری حالا یا رزیله اخلاقی هر هست این هست که ما خودمون رو بشناسیم یعنی تلاش کنیم که به خداگاهی برسیم یا خداگاهی تقریبا میشه گفت دو بعد داره یکی اینکه او توانایی ها و استعدادهای خودمون رو بشناسیم و باور کنیم بفهمیم که ما در وجود ما چه استعدادهایی هست و ما چه توانایی هایی داریم دستم. یک نوع آگاه خداگاهی است و یک بعد دیگهش برمیگرده به ای که ما آگاهی پیدا کنیم از اینکه که ما در چه موقعیت قرار داریم ایر تونیم حالا در یک قالب یک مثال بگم که خیلی از افرادی که حسد میورزن به این فکر میکنن که خودشون را معمولا با افرادی مقایسه میکنن با گروه مقایسه میکنن درست. که اصلا متعلق به یک طبقه دیگه هست یعنی از طبقه خودش نیست مهم. یعنی اون موقعیت خودش را آگاه ای خودش ای آگاه نیست که اصلا ای در چه موقعیت قرار داره متوجه نیست که خودش در چه جایگاه قرار داره و او کسی که داره بهش حس... حسد میورزه می و خودش را داره عذاب میده در چه جایگاه قرار داره اصلا اینو تناسب نداره با هم دیگه درست. از رده های طبقاتی و گروه های مختلف هست شخص باید که خودش در چه موقعیت هست و او شخص را که حالا او مدنظرش نظرش هست که داره حسادت میکنه خب ممکن است اصلا او در یک طبقه و یک گروه دیگه باشه و اینو اصلا هر چقدر که با هیچ هم ارت... یعنی یکسان نیست اصلا ارتباط با هم دیگه ندارن مثلا یک فرد عادی که میبینیم افراد عادی چقدر ما یک جوانای ما حالا میبینیم وقتی که سلبریتی ها رو میبینن چقدر به اینها حالت حسرت به اینها نگاه میکنن و اینها دچار یک ناامیدی هایی میشن مخصوصا به صورت ظاهری بلده. وقتی ظاهر خودشون رو با اینها مقایسه میکنن بلده. بعد میبینن که خب ما چرا مثل مثل اینها زیبا نباشیم بله. منظور شیک پوش نباشیم منظور موقعیت های اینجوری نباشیم بله بله. اصلا این خودشان رو واقعا جایگاه خودشان رو متوجه نیستن حالا ما نمیگیم که اون به اون حالت ما نمیگیم این مثال رو حالا ما منباب م... بازشدن موضوع گفتم و یه طور نیست که الان بگیم که سلیبریت های از یک جایگاه خاصه بالاخره اونها یک موقعیت دیگه دارن ما این موقعیت ها رو میگیم که افرادی که به همدیگه حسادت میکنن غالبا کسانی هستن که موقعیت و او جایگاه خودشون رو درک نمیکنن بله <applause> <applause>